اعتراض هایی که با شعار نه به گرانی شروع شد از هفتم دی ماه تو مشهد و حدود دو هفته ادامه داشت دیگه داره دو هفته میشه و زود تبدیل شد به تظاهرات مردم با شعار ما جمهوری اسلامی نمیخوایم و مرگ بر خامنه ای همه میدونن که آتش زیر خاکستره چرا؟ خوشی زیر دل مردم زده بود که بیان خیابون و کتک بخورن و کشته بدن داغدار بشن اونم توی رژیم نظامی امنیتی بیرحم و پر از دستگاه عریض و طبیل بگیر و ببند فقط رأیشون رو میخواستن تا رئیس جمهوری که بهش رأی داده بودن بیاد سر کار شعاراشون نشون میده که از این وضع بیکاری و بیپولی و بی آیندگی و خفگی شرایط زندگی دیگه سب صبر براشون معنی نداره اصلا که بگیم صبرشون لبریز شده آخرین تیر ترکش نظامم که روحانی بود و هاش که نتیجه شد مرگ بر روحانی از حدود 80 شهر ایران گزارش و خبر و فیلم تظاهرات ثبت شده ثبت شده اینجوری نیست کسی بگه به دست من رسیده به دست من نرسیده نمیدونم آقای خامنه ای بفرماییم فلان آقای روحانی بفرماییم فلان یا سازمان های حقوق بشری بگم فلان ثبت شده از بیش از از حدود 80 شهر ایران اون وقت رهبر نظام حاکم بر این کشور این اعتراضات سراسری آتیش بازی بود و کار مزدوران دشمن از روز نهم دی که این آتش بازی ها و این شیطنت کاری های افرادی که حالا بعد عرض خواهیم کرد تازه شروع شده بود پاسخگو به این میگن یه میگه پاسخگو باشن مسئولان خامنه ای شاید معذرت میخوام کوتاه عرض میکنم شاید اینایی که الان دارم میگم توضیح واضحات باشه خامنه ای سب کرد ببینه نتیجه مقدماتی به خیابون اومدن انبوه مردم چه میشه بعد اومد صحبت کرد گفت این حرکت ها آتیش و, و شیطنت کاری بود و مردم به گفته خودش مردم منظورش اون حزب سازمان یافته به دست حکومت از نظر میگه مردم پی در پی از روز دوازدهم همه دی راه کردن علیه این آتش ها یاد و که احمدی نژاد نمی بعد توجه کنین تو این قسمت که پخش میکنیم الان از خامنه ای برای اینکه مثلا یه ضد تبلیغ هم بزنه به تظاهرات مردم در هشتاد شهر ایران پشت هم اسم شهرها رو ردیف میکنه تو سخنرانیش رهبر معظم میگه حزب الله تو این شهر راهپیمایی کردن و پوز فتنه رو زدن ملت ایران در اقصا نقاط کشور در شهرهای بزرگ در شهرهای کوچک از روز نهم دی که این آتش بازی ها و این شیطنت کاری های افرادی که حالا بعد عرض خواهیم کرد تازه شروع شده بود در همه جای کشور از روز نهم دی این حرکت آغاز شد بعد که دیدن نه مزدوران دشمنان دست بردار نیستند اون وقت پی در پی روزهای متوالی این راپیمایی تکرار شد از روز سیزدهم در قوم در اهواز در همدان در کرمانشاه روز چهاردهم روز پونزدهم روز شونزدهم روز هفدهم در شهرهای مختلف در شهرهای بزرگ باز در مشهد در شیراز در اصفهان در تبریز اینا حوادث معمولی نیست اینا هیچ جای دنیا وجود نداره من این رو از روی اطلاع عرض می کنم. این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توتعه دشمن با این نظم با این بصیرت با این شور با این انگیزه در هیچ جای دنیا نیست غیر از چند تا شهر معدود مشخصا مشهد و اصفهان که دلایل خاص خود داره میدونید که در مشهد و اصفهان بیشتر قطبیه در واقع شهر و همین دلیل هم تظاهرات ضد حکومتی در این دو شهر به ویژه لاقل در چند سال گذشته در همین دوره اخیر بیشتر از بقیه جاها بوده و در زم سازمان یافتگی حزب الله به دلیل تمرکزش در اونجاها و دلایل متعدد دیگه باری غیر از چند شهر محدود مشخصا این دو تا شهر تو بقیه شهرها اینا تونستن بسیج کنن حتی با تهدید به اخراج کارمندای دولت اینجا سنندج قرار شد مردم برای راپیمایی بیان به حق دولت و حرف دولت هیچ خبری نیست هیچ کی نامده. به اینجا هم خیابون شیشوم بهمنه داره میبینی هیچ خبری نیست و هیچ کی نیومده و اینجا هم میدان اقبال هیچ خبری نیست هیچ هیچ کی به حرف این دولت گوش نمیکنه حالا تظاهرات مردم با بصیرت و وقت شناس و به قول رهبر معظم در اهواز ببینین 17 همه دی 96 آفرین 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 مفخرو کل از این گافا است که نشون میده اینا چقدر با عجله خواستن مردم همیشه در صحنه رو نشون بدن بزنین یه عکسی رو ببینیم اونم نکته جالبی داره تا برگردیم جالب که چه کنم واقعا کومیدی تراژیک کار این حکومت و این رهبرش ببینین این عکس مال بیستوی بهمنه من نمیدونم بیستوی بهمنه که خبرگزاریشون زده راه پیمای مردم با بصیرت علیه فتنه 96 یعنی همین مردم با بصیرتی که خامنه ای میگه علیه فتنه نمیدونم مشتی محکم بر دهان فتنگران از این حرفا اینا نمونه های خیلی کوچیکی هستن از دروغ های مقام عظمه های ولایت خامنه ای وقتی اعتراض مردم دروغ فقط نیست تا میدونی سبکی هم هست رهبر معظم انقلاب یک کشور 80 میلیونی این همه هن و طلب باید بیاد باید بیاد اسم ردیف کنه نمیدونم روزای هفته رو ردیف کنه تاریخ بگه بگه اینا همون تو همون شهر در همون تاریخ هایی که کسایی که گفتن مرگ بر تو تظاهرات کردن بعد تو میای اینا ردیف میکنی میگه که هزار بار از شما مردم ممنونم که رفتین اون فتنگر اون مزدوران دشمنان را نمیدونم فلان کرده میگم این دیگه سبکیه دیگه من دیگه هیچ حرفی نمیزنم فقط دروغ نیست خامنه ای وقتی اعتراض مردم تو هشتاد شهر کشور علیه نظامی که او رهبرشه یه مش آتیش بازی بدونه که از خارج هدایت میشه اونی هم که گفت من بعدا میگم کیا بودن میگه آمریکا انگلیس اسرائیل از خارج هدایت میشه وقتی اعتراض مردم و نبینه طبیعتا با دلیل اعتراض هم کاری نداره اصل اعتراضات رو قبول نداره این بار هم ملت با قدرت تمام با آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید باز هم نخواهید توانست میلیاردها دلار هزینه کردند واقعی ها میلیاردها هزینه کردند سالها شبکه سازی کردند مزدور پروری کردند برای اینکه بتوانند از درون کار رو مشکل کنند با همه این تلاش ها ناکام موندند همه چیز توته دشمن بود خیلی تلاش کرد آخرم ناکام اون تا کی میخواد این حرفا رو بزنه دیکتاتوری هرچه به آخر عمرش نزدیک میشه این تجربه جهانی است حرفهای غیر واقعیت تر میزنه و تصمیم های مطلقا دور از ذهن میگیره 39 سال حکومت کردین با وعده این وضع خوب میشه و دوره سالاری مستضعفان میرسه و عدالت برقرار میشه و از این حرفها. بعد از 39 سال بذاریم من چند تا آمار فقط براتون بخونم تون تون ها... تا فقط یادآوری کنم که اعتراضات سراسری دی ماه 96 دلیلش چیه این آمارا رو وزارت امور تعاون منتشر کرده معاون رفاه اجتماعی خط فقر اعلام شده دو میلیون و پانصد هزار تومن حال دو میلیون و هفتصد هزار تومن میانگین درآمد چند شغل در ایران کارمند دولت دو میلیون و هزار تومن رو خط فقر معلم دبستان و دبیرستان یک میلیون و چهارصد هزار تومن بازنشسته دولتی یک میلیون و دیویست هزار تومن کارگر نهصد و سی هزار تومن اینه که آمار حتی ساختگیشون میگه دوازده میلیون نفر زیر خط فقر مطلقند نون شب ندارم من گفتم هفته ای پیش بهتون که. که اگه جمع بزنیم بر اساس آمارای دیگه ای که میدن 20 میلیون نفر بعد میان یه طرحهایی میریزن برای خیلی 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 عوض میخوام حرف رو میزنن برای گداپروری پروری ملت میان یارانه داستان درست میکنن میان سهام عدالت درست میکنن همین سهام عدالت که بخش خصوصی مثلا مجریشه یعنی اگه مثلا پول نفت رو نهی سر, سر صفره ها از یه جای دیگه میارن سر سفره مردم ببینین رئیس کل سازمان خصوصی سازی میگه برای 49 میلیون و 226193 نفر صورت حساب سهام عدالت تهیه شد یعنی حدود 50 میلیون نفر و به آنان اعلام می شود چقدر سود به سهام آنان تعلق می گیرد و گفت 1384 میلیارد تومان در سه سال نخست اجرای طرح سهام عدالت میان سهامداران سود تقسیم شد یعنی هر سال چقدر حدود 400 میلیارد تومان بین 50 میلیون نفر آماری که خودش میده دیگه تقسیم کنیم میشه هشت هزار تا تک شرم آور نیست واقعا اینو بیان جار بزنم به اونان برنامه رفاه مردم و اصلا چرا باید مردم به عنوان مستمند نگاه کرد وقتی آخوند برنامه نداره و همش فکر تهارت و نجاسته واسه اقتصاد مملکت در دنیای پیچیده و به هم پیوستی امروز نتیجهش میشه میشه این ببینیم برای جوان ها خانواده ها و البته آشنا برای مسئولین که عدد و رقم آمارش متفاوت اعلام می شود <applause> مسئله مهمی که این روزها بیشتر به چشم آمده <applause> ماجرا از آماری که وزیر کشور درباره بیکاری داد آغاز شد علا رقم اعلام رقم دوازده درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین شاهد هستیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به شست درصد رسیده آقای نوبخت اما آمار وزیر کشور را قبول ندارد نشنیدم خودم صحبت جنبای وزیر کشور رو که شست درصد نرخه بیکاری هست چه عددی نیست سخنگوی دولت آمار بیکاری را این گونه اعلام می کند هر خانه سه بیکار دارد این بار معاون اول رئیس جمهور این آمار را قبول ندارد اینکه گفته می شود در هر یک از خانواده ها سه بیکار داریم اینطور نیست از مجلس اما آمار جالبی شنیده می شود اینکه تنها آمار فارغ و تحصیلان بیکار حدود دو برابر آماری است که دولت از تعداد بیکاران می دهد این عدد 5 6 میلیون نفره شما فارغ و تحصیلان دانشگاهی بیکار الان ما در کشور داریم اون چیزی که در صورت ما محاسبه داریم برای نیم میلیون نفر هست وقتی از هر سو از ناتوانی در مدیریت نخواین و نتونین آمار درست بیکاری رو بدین چجوری برنامه میخواین براش داشته باشین چجوری میتونین راه حل داشته باشین وقتی صورت مسئله رو نمیدونین یه نمونه دیگه بگم از دستاورد نظام مقدس برای میهن اسلامی ایران که چرا مردم به جان آمدن ببینین فرار سه هزار دختر از خانه در شش ماه فقط رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره آمار فرار دختران از منزل در سال 95 گفت با مقایسه این آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص می شود آمار فرار دختران افزایش یافته طوری که در این زمان بالغ بر 3000 دختر از منزل فرار کردند فقط تو 6 ماه دختران فراری کسانی هستند که به دلایل مختلف و در اثر فشارهای ناشی از شرایط سخت زندگی علا میل باطنی اقدام به ترک خانه و کاشانه خود کرده و از کانون خانواده جدا می شوند. و عموما در شهری دیگر بدون داشتن مهمنی مناسب خانه دائمی زندگی می کنند. از اونور همه شما ها که حد اکثر درامدتون از روز خونی تو خونه مردم بوده و تیغ زدن مردم به اسم سهم امام و خمس و همسوال هم. حالا با پول همین مردم بچه هاتون آمریکا و اروپا و ایش کدومشون هم بر نمی گردن. تو اگه تونستین شما بریم تو بر اساس آمارها در میان 3300 دانشجوی بازگشته به کشور در سه سال اخیر هیچ کدام از فرزندان مسئولان مقام های جمهوری اسلامی به چشم نمیخورند چقدر این این آمار مال سال 92 ها. برآورد می شود که دست کم 5000 تن از فرزندان و وابستگان به مقام و مسئولان نظام در خارج از کشور تحصیل می کنند. رهبر این نظام میاد تظاهرات مردم رو که در اعتراض به این وضع شورش کردن به پولای عربستان و میگه اطلاع موثق به پولای عربستان و به اسرائیل و به آمریکا بحث میکنه بعدم که طبق آمار خودشون 3700 نفر رو میگیرن و بیست چند نفر رو تو خیابون میکشن و چند تا جوون گل مردم رو تو زندان ها میکشن میگه فتنه جمع شد جمعه پیش تو برنامه صفحه آخر نظر چند تا از فعالان سیاسی و مدنی رو پخش کردیم امشب توجه بفرمایید به صحبت های حشمت تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران اونی که میاد میگه که بله تمام شد فتنه 96 جمع شد جمع شد یعنی مسائل اقتصادی مردم حل شد بیکاری حل شد گرانی حل شد فساد و چپاول حل شد بی مردم حل شد گورخوابی حل شد شما که غیر پاسخگو هستید در واقع فقط بلدید بزنید و بگیرید و ببندید و بکشید اینترنت رو متوقف کنید مردم رو بزنید بکشید و بعدم بیاید بگید تمام شد یه روزی افتخارتون به این بود که انقلاب انقلاب پا است مال مستضعفان است نمیدونید که الان اینایی که به پا خواستن اینها همون طبقه مستضعفان همون طبقه گرسنه و فقیرند همون طبقات گوناگون اجتماعی هستند میگی تمام شد نه خیر تازه شروع شد شما غافلید فکر میکنید با زدن و گرفتن و کشتن تمام شد مردم ایران مردم کره شمالی نیستند شما نفرمایید مردم ونزوئلا نیستند مردم ایران ده ساله 20 ساله مرتب جنبش های مختلف رو داشتن جنبش و 78 رو داشتند جنبش 88 رو داشتن این جنبش هم مربوط به پایین ترین طبقه جامعه بود هشدار بزرگی است برای شما اینا رو هم انباش شده چطور تمام شد اما فقط خواسته های اقتصادی نبود طبیعتا شعاره که سیاسی بود آیا خواسته های سیاسی هم دارد این جنبش چون خیلی شنیدین بعضی ها میگن جنبش رهبری نداره پس خواسته های سیاسی هم نداره این مهمه خواسته داره شعار داره جنبش نمیخواد مثل چهل سال پیش دنبال یک نفر راه بیفته و بعدم به این بدبختی بیفته که ما چهل سال افتادیم تمام تشکل ها تمام شخصیت ها تمام احزاب و گروه های درون و برون کشور از جنبش حمایت میکنن شما چطور میگه جنبش رهبری نداره بله مردم امروز دیگه دنبال روی فرد نمیشن مردم برنامه ها رو میبینن تشکل ها رو میبینن احزاب رو میبینن و از همه اونهایی که برای دموکراسی برای حقوق بشر برای رفاه برای امنیت و عدالت تلاش میکنن حمایت میکنن برنامه هاشون رو می‌پسندن. افراد چه من چه دیگری حد اکثر خودشون رو سخنگوی بخشهایی از خواست های مردم میدونن و این بسیار دموکراتیک اتفاق هم ببینید تو این وقایع ده روز گذشته یه رفتن امنام بانک شکستن مسجد آتیش زدن از طرف دیگه صحبت از عدم خشونت هم میشود به صورتی که حتی در بعض جا دیدیم وقتی که معمور حکومتی رو مردم میگرفتن دستگیرش میکردن اون وسط و کسانی میخواستن بهش حمله کنن خیلی ها جلوش میگرفتن که حمله نشه اینو تو سال 88 هم دیدیم یک جنبش در حال پیشرفت چجوری میتونه اصلا به نصیحت گوش بده که این کارو بکن اون کارو نکن یکی از اساتید دانشگاه که خودش هم معتقد به جمهوری اسلامیه ولی حرفای خوبی هم میزنه اخیرا گفته اگر همین امروز رفراندوم آریانه نه به جمهوری اسلامی بشه بیش از هفتاد درصد نخواهند گفت مقامات جمهوری اسلامی هم اینو میدونن ولی میخوان به زور مردم رو بنشونن خیلی خوب آقای روحانی شما گفتی که تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضات دموکراتیک رو قبول داری بسیار خوب الان خیلی ها اعلام کردن که سه شنبه میخوان تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشن و به شما گفتن مجوز صادر کنید خیلی خوب صادر کنید یعنی به نیروی انتظامی بگید به جان که برن بیفتن به جان ملت برن و از نظم و انضباط از اون محافظت کنن اجازه ندن کسی از بیرون مردم بیاد پرچم آتش بزنه مندازن گردن مردم شیشه های اتومبیل های مردم رو خورد کنن مندازن گردن مردم بله وقتی که یک کسایی معمور باشن این کارا رو انجام بدن جنبش بدنام میشه اما این جنبش جنبشی نیست که بخواد به سمت خشونت بره و البته دفاع حق دفاع یک حق ذاتی شما خودتونم میدونید یعنی انسان حق داره در برابر زور و ستم از خودش دفاع کنه خب من بنشینم تو خونهم همسایم هر روز بیاد بزنه تو سرم تو خیابون دارم میرم یکی بیاد بزنه تو سرم بعد من سکوت کنم دستمو بزنم دستم دست بگم بله این مسالمت نه مسالمت معناش نیست مسالمت یعنی صلح یعنی یعنی اینکه من دنبال خشونت نیستم من خواستم رو دارم با زبان مشخص اعلام میکنم تو حق نداری اگر اسلحه دستت با تو دستت تو سر من بزنی اگر بزنی من ناگزیرم با تو بگیرم دفاع مشروع مردم مردم زندگی بهتری میخوان رفاه میخوان امنیت میخوان عدالت میخوان آزادی میخوان رفراندوم میخوان مردم رو نمیشه به زور وادار کرد که هرچی که الان هست بخوان شما پولای مردم رو میرید کجا هز نمیکنید بدون اجازه مردم وقتی که مردم گرسنند چرا پولا رو میبرید سوریه و یمن و اینور و اونور بعد سرکوب میکنید دیگه تمام شد فتنه تمام شد چرا میگید فتنه چرا به مردم خودتون اینجور حرف میزنید ما مردم ایران سپاهی رو دوست داریم ارتش رو دوست داریم نیروی انتظامی رو دوست داریم اجازه هم نمیدیم هیچ کس بخواد خوشونت کنه علیه اینا چه الان چه بعد از اون ولی شما هم به مردم باور داشته باشید وقتی که انسان قدرت داره اسلحه داره باتون داره که نباید همونجور استفاده کنه بزنه تو سر شهروند و هموطن و همکیش خودش در جریان تظاهرات اعتراضی هفته اخیر وقتی آمریکا و چند دولت اروپا و مجامع بین المللی حقوق بشر مثل صرف بین الملل و دیدبان حقوق بشر هشدار دادن به حکومت ایران که از سرکوب و کشتار مردم در اعتراضات مسالمت آمیز دست برداره جناب مستطاب سرلشگر باغری رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمدن اطلاع رسانی فرموده هفته گذشته و دوره اخیر حتی یک مورد ما نداشتیم که یکی از نیروهای نیروی انتظامی یا سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشه این برابر دستور های ستاد کل ممنوع هست و هیچ کس با اسلحه تو خیابان نمیاد و ما حد اکثر تحمل رو کردیم در این ماجرا و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم وقتی عمرای ارتش و سپاه همه منصوب پیشوا باشن همون دروغای اون رو تکرار میکنن <applause> به شکل مبتزلتر شاید سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگه در شورش های هفته گذشته حتی یک مورد سراغ نداشتیم که از نیروی انتظامی سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابون اومده باشن ممنوعه یه چند تا نمونه رو فقط ببینیم الله تو این فیلم بعدی ببینین اول موتور سوارا میان یه نفر میاد وسط داد میزنه مرگ بر دیکتاتور موتور سوارا وامیستن شلیک میکنه طرف میفته ببینید از تاکستان قزوین ببینید حسن شفیعی برادر نعمت الله شفیعی که در جریان اعتراض های شهر قهدریجان در استان اصفهان در برسار اصابت گلوله کشته شد در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفت گلوله از پشت شانه چپ وارد و به قلب او رفته است آقای شفیعی گفت اول به بیمارستان برده بودند و تا ما برسیم دیگر برده بودن سردخانه پنج روزم طول کشید که پیکرش را به ما تحویل دادند گزارش پزشکی قانونی را هم ندیدیم و به ما نشان ندادند جنازه را شستند و آوردند و ما دفن کردیم برادر نعمت الله شفی از کشته شدن یک نوجوان هم در کنار برادرش خبر داد و گفت هر دو کنار هم گلوله خورده و کشته شدند یک بچه تقریبا 13 14 ساله که ابتدا او گلوله خورده و بعد برادر من 40 سالش بود برادرم و یک پسر 5 ساله دارد من اسم آن بچه ای را که کشته شده دقیق نمیدانم اما شنیدم بچه یتیم بود که با مادرش تنها زندگی میکرد و نانآور خانواده بود فقط تو قهدریجان اصفهان پنج نفر با گلوله مأموران حکومت کشته شدند. غلام حسین شهاب فروشنده کفش در پاساژ پارسیان قهدریجان حسین شفیزاده نعمت الله شفیعی کشاورز احمد حیدری دانش آموز 13 ساله و محمد ابراهیمی برادر نعمت الله شفیعی از حضور نیروهای امنیتی در خانهشان خبر داد و گفت از اطلاعات آمدند اینجا خانه ما و به مادرم گفتن جیغداد نکنید و راه نیفتید ما هم گفتیم بچه های ما رو کشتن دیگر کجا برویم همینطور نمی شود که بیاین بچه های ما رو بکشند و بروند فقط بذر کینه بیشتر کاشته میشه و نفرت بیشتر محمود صادقی انصافا تنها نماینده مجلس که در چارچوب قانون از حقوق مردم دفاع کرده تا حالا به محض اینکه خبر از گم شدن یه جوان 20 ساله تو بازداشتگاهی در تهران پخش شد توییت زد رو توییترش نوشت در تماسی که با یک مقام مسئول در یکی از مراجع اطلاعاتی داشتم متاسفانه مرگ یکی از بازداشت شدگان نارامی های اخیر در زندان اوین را تأیید کرد به رئیس جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار میدهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید سینا قمبری 22 ساله تو راهپیمایی تهران دوازدهم دی میفته گیر نیروی انتظامی میبرنش اوین تو قرنطینه زندان اوین 17 دی میمیره میگن خودکشی کرد چی بود هشدار صادقی نماینده مجلس درباره تکرار کهریزک تو کهریزک هم سال 88 وقتی بچه های مردم با شکنجه کشتن گفتن مننجیت گرفتن مردن اف بین الملل در گزارشی درباره کشته شده های دی 96 در زندان نوشت مرگ سینا قربانی 23 ساله در قرنطینه زندان مخوف ایوین و گزارش های زد و نقیز در باره علتان نگرانی در مورد نحوه رفتار مقامات جمهوری اسلامی با معترضان را تشدید کرده است. تا کنون مرگ دست کم چهار تن دیگر در هنگام بازداشت گزارش شده که از جمله شامل دو مورد در قرنطینه زندان ایوین است. وحید هیدری و محسن عادلی از جمله قربانیانی هستند که اسامی آنان منتشر شده است که این دوتا البته مال جای دیگه هستند بذارید من درباره خدمتون خدمتتون هست کنم درباره محسن عادلی که این سردرگمی چیه تو دزفول خبرهای رسمی رو میخونم براتون جمهوری اسلامی داده دستگیری و مرگ جوانی به نام محسن عادلی در بازداشتگاه دسفول در پی آرامی های اخیر در این شهرستان تکذیب شد ایسازاده معاون سیاسی فرمانداری دسفول گفت هیچ فردی در حوادث اخیر در بازداشتگاه این شهرستان فوت نکرده در این رابطه سرهنگ علی الهامی فرمانده انتظامی دسفول هم گفت طبق بررسی هایی به عمل آمده فردی به نام محسن عادلی در ایام نارامی نا های اخیر در دزفول بازداشت نشده بعد بیستم دی ماه امیر ایسازاده همون آدم معاون سیاسی فرمانداری دزفول ضمن تکسی به اخبار منتشر شده, شده از سوی رسانه های معاند خارجی مبنی بر مرگ محسن عادلی در بازداشتگاه در دزفول اظهار داشت جوان مذکور در بیمارستان جان باخت نه در بازداشتگاه ولی گفته که جوان مذکور در جریان نارامی های دهم ده ماه در کوی مدرس دسفول به شدت مصدوم شد و در بیمارستان جان باخت از آنجا که این فرد در ناحیه پشت سر مصدوم شده بود معلوم نیست از سوی چه کسی مصدوم شده است اما واقعیت چیه ببینید یک فیلم تشییع جنازه هست ما فرصت زیادی نداریم فیلم تشییع جنازه ببینید که این پدر محسن عادلی گفته است به این وبسایتی که داریم میبینین به یکی از رسانه ها که روز دهم ده دی که اعتراض ها در دزفول آغاز شده بود برادر محسن مورد حسابات گلوله دو موتور سوار ناشناس قرار گرفت و محسن که برای پیگیری وضعیت برادرش به خیابان رفت در بین معترضان و نیروهای امنیتی گیر افتاد و بر اثر حسابات گلوله مأموران به سرش جان باخت تشی جنازه شو ببینید چقدر شلوغ پونزای دیماه دسفول <applause> دروغ بگین دونه دونه این جمعیت دقیقا شما رو خواهند گرفت یکی دیگه از بچه هایی که اسیر مامورای حکومت بود و کشته شد وحید حیدری در عراق یه جوانی که صبح تا شب سر بازار دست فروشی میکرد آقایون جاسنگین حکومت فرمودن معتاد بوده و مواد فروش با در گرم هروئین دستگیر شده و بعدم تو بازداشتگاه خودکشی کرده آقای محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق موضوع رو دنبال کردن از ایشون بشنبه. البته من از طریق یکی از دوستان آقای علی نامی پیگیر شده بود که ظاهرا کسی در بازداشتگاه دوازه رضوی عراق خودکشی کرده و گفتن که این مواد فروش بوده ده گرم هروئین داشته خود این خبر تو روزایی که بهبوه اعتراضات عراق بود یکی از دوستای بنده رو به نام آقای باغری که فعال مدنی شهرستان شازندم هست ایشون رو حساس میکنه و ایشون رو مطلب رو با من در میون گذاشت و فهمیدیم که این ماجرا بودار هست همون لحظه بلند شدیم هر دوتایی رفتیم پیگیر شدیم که ببینیم این کدوم روستاست خلاصه سر در آوردیم که روستای پدری اینها روستایی است به نام تکیه جز روسته اطراف نزدیک شازند هست رفتیم اونجا و اونجا همون عکسی که الان منتشر شده اولین عکس عکسی بود که به درب مسجد روستای تکیه زده بودن و نگاه که کردیم دیدیم که این جوان چشماش بسیار زلال و چهره بسیار سمیمی داره و احساس کردم نمیدونم به دوستم گفتم این چشمای زلال و دریایی حرف زیاد داره و اصلا نمیتونه این یک شخص شخص معتاد یا فروشنده مواد مخدر باشه همون لحظه شخصی آمد اونجا که از اقوامش بود و ما صحبتهایی رو کردیم و مشخص شد اصلا موضوع اعتیاد و مواد مخدر و اصلا اینا همه کنسله و از اونجا ما متوجه شدیم با یک فریب و با یک رسانه دروغگو داریم مواجه هستیم و از همونجا استارت کار رو به طور, رو به طور قوی زدیم که این خبر رو رسانه ای بکنیم و روش کار بکنیم تحقیق بکنیم و منتشرش بکنیم خب چی دستگیرتون شد سرانجام؟ وحیده در یک جوان مجرد بیست بیست و سه بیست چهار ساله است در کرهرود در قسمتی از عراق که به نام کرهروت هست ایشون زندگی میکنه مجرد هم از خانواده هم خانواده محترمی هستن و تعداد زیادی از خانوادهشون جانباز و شهید هستند یعنی از کسایی هستن که در،, در, واقع هزینه دادن برای این مملکت اما با پیگیری بیشتر متوجه شدیم که سر بازار عراق دست فروشی میکرده و آخرین عکسایی رو که من تونستم به دست بیارم از طریق یکی از دوستان صمیمیش به نام پوریا عکسایی رو که برای من ارسال کرد در واقع محل دست فروشیش دقیقا اصلا عکس توش اون وسایلی که وحید داره اونجا میفروشه مثل چتر و اینها همونجا تو عکس هست یعنی در واقع مال یه نمبه برفی آمده بود چند وقت چند, وقت قبل از انتظارات اون عکس حتی اون رو هم, هم به همراهش داشت در واقع مشخص بود که عکس مال امسال هست و جدید هم بود محل کارش هم که پیدا کردیم دیگه خیالمون راحت شد که ایشون اصلا به هیچ وجه تو کار مواد دو این حرفا نیست البته نگفته نمونه مراجع رسمی در این خصوص ازارات زد و نقیزی داشتن ابتدا اصلا اینکه این از معترضا بوده انکار میکردن بعد بعد از اینکه خبر رسانه ای شد و اینها یه یه پله آمدن گفتن از معترضا بوده اما خودش رو در واقع خودکشی کرده شاهد عینی هم داریم که تو اون قضیه جنازه رو دیده یعنی با پیگیریایی که کردیم از اقوامشون شخصی که جنازه رو دیده در واقع قسمت چپ بالای شقیقش یه شکاف داشته و این قسمتش یه برآمدگی خیلی بزرگ که احتمال زیاد اصابت جسم سخت میتونه با باشه میتونه نمیدونم نمیتونیم ما از نظر دقیقی در این خصوص بکنیم اما قطعا اتفاقی براش افتاده که کسی نمیخواد واقعیت شو بگه و برای همین سعی کردن تهمت بزنن بهش و بگن که مواد فروشی بوده که خودش خودشو کشته علیه این اعلام دروغ مسئولان رسمی حکومت که وحید مواد فروش بوده چقدر میشه پیگیری حقوقی کرده چارچوب همین نظام مقدس من میتونم تصور کنم که یک معترض رو در خیابان کتک بزنن حتی من میتونم تصور کنم و بر تمام برخلاف تمام موازینه قانون آیندادسی مدنی آیندادسی کیفری برخلاف تمام موازین و ضوابط حقوق بشری یک کسی رو در بازداشتگاه کتک بزنن میشه این رو پذیرفت یعنی این کار خلاف قانون اگر انجام میشد با تمام کراهت و منفوریتی که این قضیه داره ولی میگیم اتفاق افتاده اما اما از یک سیستمی که خودش رو در واقع حکومت اسلامی و عدل الهی میدونه بیاد یه کسی رو به خاطر هزاران دلیلی که میتونه برای اعتراض داشته باشه و معترضه در خیابان بزنه بیاد در بازداشتگاه بزندش و نهایتا فوت کنه این بازداشتی قسمت بسیار کری و زشتش من دنبال کلمه میگردم که چه کلمه ای رو بگم نمیتونم کلمات قاصرن بعد بیاید همین کسی رو که به این کیفیت شما کشتید یا حالا کشته شده با کوتاهی هایی که شما انجام دادید بیاید آبروش هم ببرید بگید این یک آدم مواد فروشی بوده و خودکشی کرده انگار که اگر یک کسی مواد فروش بود معتاد بود مثلا حق حقوقی در این اجتماع نداره من اینجا دلم میخواد اشاره بکنم وقتی شما میگید یک معتاد در واقع تخریب شخصیتی برای این شخص به وجود بیارن که اکثر عمل جامعه رو نسبت به بیارن پایین بگن یه آدم مواد فروشی بوده کشته شده خودش هم خودش کشته از خودزنی هم داشته خب در یک جامعه که میلیون ها معتاد داره شما بخواید بیاد این قضیه رو به این کیفیت باعث تخریب و تحقیر دیگران قرار بدید خود این اعتیاد عاملش کی اصلا کی باعث شده جامعه ما اینقدر توش معتاد باشه این خودش یه درده بعد یه معترض سعی و سالم و باشرف رو هم بیاید این اتهامو بهش بزنید که بخواید تحقیرش کنید تخریبش بکنید و در واقع از زیر پاسخگویی فرار کنید در واقع آیا وکالت خانواده هیدری رو شما به عهده گرفتید؟ ببینید من پیشنهاد دادم که وکیلشون باشم ولی فعلا اتفاقی نیفتاده که من رسما وکالت اونها رو من فقط در حد پیشنهاد که گفتم آمادگی دارم به عنوان یک انسان به عنوان یک فعال اجتماعی اسمش برای مهم نیست برای یک به عنوان یک همشهری به عنوان یک کسی که من تو تظاهرات خودم شخصا حضور داشتم و با شما در واقع همدرد هستم من و با توجه به این که شما دست فروشی میکرده بچهتون توی بازار عراق و خب توانایی مالی ندارید و من هم درک میکنم شما را آماده با جان و دل وکالت شما رو بپذیرم و تو این پرونده کمکتون بکنم این پیشنهاد از جانب من ارائه شده هم به خانواده شون فکر میکنم که پدرش برادرش و اموش من گفتم حاضرم کمک بکنم تا این لحظه البته پاسخی من نشیدم اما نکته مهم اینجا این هست که همینطور که دوستش آقا پوریا در پیامی برای من نوشت و من اون پیامشم هم منتشر کردم اینه که یه مقدار فشار رو خانوادهشون زیاد هست مادرشون ظاهرا بیماری قلبی داره در بیمارستان هست پدرشون هم جانبازه و در این حال پیره و مشکل داره اینه که خانواده گویا تحت فشار هست و از این جهت باید بهشون زمان بدیم که بتونن تصمیم درستی بگیرن و قطعا اگر بخوان هر اقدامی انجام بدن من به عنوان وکیل دادگستری با تمام توان دفاع خواهم کرد از حقوق انسانی و قانونی خانواده اولیا ادم سپاسگزارم آقای محمد نجفی وکیل دادگستری خب ببینید مسئولان قضایی و انتظامی عراق رو باید بشناسین و حرفشون رو درباره وحید حیدری ادعاهاشون رو باید بدانید برای آینده ببینید عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب عراق با تایید خودکشی یکی از بازداشت شدگان در عراق اظهار داشت با وجود اینکه آثار خودزنی بر روی جسد این فرد محرز است فیلمی از لحظه خودکشی وی نیز موجود است بنابراین با توجه به شواهد و قرائن موجود مرگ این فرد بر اثر خودکشی در کلانتری بوده است ببینید چند تا دروغ پشت هم دیگه میگن داستان عمومی و انقلاب عراق افسود این فرد چندین سابقه کیفری و سابقه حمل مواد مخدر و خودزنی را در پرونده خود داشته است بعد ایشون آقای عباس قاسمی باید ببینید وارها. عکس این آدم و اسم این آدم یادتون بمونه عباس قاسمی داستان عمومی و انقلاب عراق بعد یک دفعه دیگه این شخص و بعد محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ایشون هم فرمودن فرد بازداشت شده بله این شخص ایشون محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی میگه فرد بازداشت شده یعنی وحید حیدری ارتباطی با حوادث و اختشاشات اخیر در عراق نداشته و در حین فروش مواد مخدر دستگیر شد محمود خلجی افزود این فرد در هنگام دستگیری ده گرم هروئین به همراه داشت و به بازداشتگاه کلانتری دوازده عراق منتقل شد ببینید خامنه ای و سران نظام مقدس که بارها در رسانه ها ازشون صحبت شده و عکسشون نشان همه داده شده برای مردم شناخته شدن ولی اینا رو لزوما کسی نمیشناسه به جز افراد معدود اطرافشون اینایی که با این وقاحت دروغ میگن درباره مرگ یک جوان دستفروش گلی که صبح تا شب زحمت میکشیده برای به قول اون پوریا دوستش که و آقای نجفی فرمودن که از طریق او دوست به قول خود پوریا رفیق فاب هیدری بوده این جوانی که کشته شد به قول او برای یه لغمانون حلال صبح تا شب دست فروشی میکرده بعد بیانی همچین وقاحت و یه همچین دروغی رو منتشر کنن اینا رو باید بشناسیم گفتم بهتون عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب عراق و محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی پرده آخر امشب یه توضیح لازم داره ببینین آیت الله مشتهدی که معلم پسرای خامنه ای بود و به قول خودشون به دیار حق شتافت و چه شتافتنی می گفت اخوندها سال پنج و هفت که سوار شدن دیگه پیاده نمیشن درست می گفت خودشون که پیاده نمیشن که تازه بی دستم یاد گرفتم برونم شب و روزگار خوش